دوستان عزیز و نازنین، امیدوارم هر جای دنیا هستید دلی شاد، مغز جوان و تنی سالم داشته باشید. اعتراضات چند ماه اخیر بعد از مسابقات جام جهانی تقریبا کم رنگ شد. میخوام امروز مختصری در مورد اینکه آیا این اعتراضات به پایان رسیده یا اینکه هنوز در جریان هست و ممکن هست رژیم رو سرنگون بکنه صحبت کوتاهی بکنم. ولی پیش از اینکه صحبتم رو بکنم، هرچند که علاقه من نیستم به این بحث، ولی امیدوارم که بهم کمک بکنید که این فیلم به دست بازدید کننده بیشتری برسه. اگر براتون امکان داره لایک بکنید، اگر سابسکرایب نکردید سابسکرایب یا دنبال بکنید برنامه رو، و اگر براتون امکان پذیر هست بازنشرش بدید. برای کمک کردن به من حداقل اگر یک نقطه هم بگذارید در قسمت نظراتی رو بیان بکنید، این باعث میشه که الگوریتم یوتیوب برنامه رو نشون دیگران هم بده. بریم سر اصل موضوع. اصل موضوع اعتراضات به حجاب اجباری که بعد از قتل ناجوانمردانه ژینا امینی، دختر زیبا و با اخلاق سقزیمون، اتفاق افتاد و اعتراضاتی که بعد از اون اومد و پشت سر هم چند ماهی رو فضای ایران رو به خودش مشغول کرد میخوام صحبت بکنم. همونجور که اطلاع دارید، جست و گریخته در جاهای مختلف ایران به مناسبت‌های مختلف برنامه‌های شعار نویسی یا شعار دادن پشت پنجره‌ها و اعتراضات گوناگون در سبکای مختلفی هنوز در جریان هست، ولی اون اعتراضات به اون شکلی که بعد از قتل مهسا امینی اتفاق افتاد یا ژینا امینی اتفاق افتاد الان در جریان نیست. دلیلش رو میخوایم امروز بحث کوتاهی در موردش بکنیم. واقعیت اینه که اعتراضات خیابانی آنچنان که پیش بینی میشد با نزدیک شدن به مسابقات جام جهانی کم رنگ شد، به دلیل اینکه مردم برای دیدن مسابقات فوتبال و مقداری برای سرگرم کردن خودشون و دور شدنشون از حوادث روزمره پای تلویزیون ها نشستن و برنامه فوتبال رو نگاه کردن و این جان تازه‌ای رو به استبداد دینی در ایران داد که از این فرصت استفاده کرد و تقریبا با کنترل شبکه‌های مجازی اعتراضات رو کم رنگ و تقریبا خاموش کرد. ولی این اعتراضات به دلیل اینکه خواستهای ریشه‌ای داره هنوز به پایان نرسیده. با قتل، با شکنجه و با زندانی کردن معترضین این اعتراضات پایان نخواهد یافت. انقلابات یا تغییرات ریشه‌ای که در حکومت‌ها اتفاق می‌افته یک حرکت بلند مدت است. اگر فیلم های قبلی من رو نگاه کرده باشید، من در اونجا صحبت میکنم و به نظر خودم بیان کردم که اعتراضاتی که در کوتاه مدت به نتیجه برسه مثل انقلاب 57 میشه که بعد از 11 ماه به نتیجه رسید، و این اعتراضات کوتاه مدت معمولا جوابگو نیست و باعث میشه که انقلاب ریشه ای نباشه و آنچنان که در انقلاب 57 اتفاق افتاد به جای اینکه رو به پیش باشه رو به عقب باشه. واقعیت اینه که انقلاب 57 هنوز تموم نشده. تموم نشدن این موضوع رو میتوان با یک مثال بیان کرد. جنگ ایران و عراق تمام شد و کسانی که جنگ ایران و عراق رو به یاد دارن میدونن که هر روز در اخبار و در گفتگوی بین مردم صحبتی بود در مورد جنگ، حمله اتفاق افتاده یا اینکه حمله هوایی اتفاق افتاده، موشکبارانی اتفاق افتاده، عملیاتی اتفاق افتاده، تعداد کشته ها، تعداد مجروحان جز اخباری بود که هر روز در شبکه‌های تلویزیونی بحث میشد و در واقع در بین مردم هم در نقاط مختلف بحث می شد، در قهوه خانه ها، در مدارس، در دانشگاه ها، برنامه اعزام به جبهه و فلان و بهمان.
الان که این اتفاقات پایان یافته و جنگ ایران و عراق تمام شده، شما در هیچ جایی از اخبار روزانه یا در هیچ یکی از گفتگوهای مردمی شما صحبتی از جنگ نمیبینید. شاید در نقطه نقطه خاطراتی از جنگ بیان بشه، ولی جز اخبار روزانه جنگ چیزی به نام اخبار روزانه وجود نداره. وقتی که در مورد چیزی که پایان یافته میخواییم صحبت بکنیم، اون رو به عنوان خاطره بحث میکنیم یا به عنوان تاریخ بحث میکنیم، ولی چیزی که در جریان هست رو همیشه شما در اخبار پیگیری میکنید و همیشه شما در برنامه های مختلف در مورد اون بحث میکنید. انقلاب سال 57 به پایان نیافته به دلیل اینکه هنوز هم کلمات انقلابی رو در جای جای زندگی مردم میتوان دید. حکومت هنوز هم از کلمه انقلاب استفاده میکنه، مثلا دادگاه انقلاب، مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی و عناوین مختلفی که پسند انقلاب یا انقلابی داره. این به معنای این است که حکومت مرکزی در ایران هنوز هم معتقد است که از نظر خودش و از نظر مردمی که در ایران زندگی میکنن، هنوز انقلاب به نتیجه نرسیده. چون اگر به نتیجه رسیده بود، شما این رو در زندگی روزمره خودتون نمیدیدید. مثلا انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم که در زمان شاهنشاهی پهلوی اتفاق افتاد، الان در هیچ قسمتی است اخبار روزانه یا در بحث‌های روزانه مردم در موردش بحث نمیشه و این یک مسئله‌ایه که تمام شده است، ولی انقلاب سال 57 هنوز تمام نشده است. این انقلاب ژینا یا اعتراضات گذشته و اعتراضات آینده قسمت‌هایی هستند که باز هم پیوند می‌خورن با اون مسئله‌ای که به نام انقلاب داریم. واقعیت این است که این انقلاب تداوم انقلاب سال 57 هست و انقلاب سال 57 به دلیل اینکه پختگی لازم رو نداشت، به جای حرکت رو به جلو حرکت رو به عقب داشت و این حرکت رو به عقب باعث شد که شما دستاوردهایی که در عصر جدید بهش پیدا دست پیدا کرده بودید، مثل دانشگاه، مثل قوه قضایی مستقل، دادگاه های مستقل، مسائل حقوق بشری، احزاب سیاسی، فعالیت های روزنامه نگاری و به اصطلاح انتخاب پوشش آزاد رو از دست دادیم و عقب گرد کردیم، رفتیم به سمت اینکه یک عده فقیه رو به عنوان قاضی انتخاب کردیم و یک عده فقیه رو به عنوان حاکم انتخاب کردیم و یک عده فقیه رو به عنوان قانونگذار انتخاب کردیم. این به جای اینکه ما رو به جلو ببره و بعد از انقلاب مشروطیت که حکومت رو مشروط کرد به رعایت قانونی که از طرف پارلمان مردمی باید تصویب میشد، کار رو به جایی رسوند که عده‌ای که تحصیلاتشون فقط در مورد مسائل دینی و مسائل حدیث و احکام بود، بخوان زندگی روزمره انسانها رو قانونگذاری بکنن. پس نتیجتاً انقلاب سال 57 انقلابی بود که چون پختگی لازم رو نداشت و سریع حکومت سرنگون کرد، رو به جلو نبود و رو به عقب بود. انقلاب های دیگر هم در دنیا همین شکل رو دارن. مثلا انقلاب فرانسه مدت ها طول کشید تا به نتیجه رسید. مثلا در تاریخ هستش که مثلا جمهوری های مختلف انقلاب فرانسه، جمهوری یکم، دوم، سوم، چهارم، اینا هر کدامشون تغییرات بنیادین یا تغییرات مختصری بودن که جامعه رو تحول دادن و جمهوری های مختلف رو درست کردن، یا متمم های مختلف قانون اساسی آمریکا که اینها هم خودشون یک بروز رسانی و یک به اصطلاح آپدیت کردن وضعیت انقلابی یا وضعیت حکومتی داخل جامعه آمریکا بود. انقلاب های دیگر رو هم اگه بررسی بکنید به همین شکل استش، یعنی یک انقلاب هر روز خودش رو بروز میکنه و انقلاب به معنای تغییرات ریشه‌ای در ساختار حکومت استش. وقتی که تغییرات رو بتوان به صورت مختصر و به صورت دور از حرکت‌های رادیکال انجام داد، بهش میگن اصلاحات.
جامعه ایران بعد از انقلاب سعی کرد که تغییراتی رو در جامعه ایجاد بکنه و این رو از طریق انتخابات محدودی که حاکمیت براش امکان ابراز وجود داده بود پیگیری بکنه، ولی متاسفانه حاکمیت خودش رو به اصطلاح بسیار سخت و فشرده کرد و اجازه تغییرات مختصر رو نداد و این باعث شد که اون جامد بودن حکومت در جامعه ایران مردم رو وادار بکنه به تغییرات بنیادی تری رو بدن. انقلاب ها معمولا به صورت اتفاق میفته که یک اقلیت 10-15% حاکم و یک اقلیت تقریبا همان هماهنگ و همسنگ مثل 10-15 نفری از 10-15% از مخالفان وجود دارند و یک اکثریت خاموشی وجود دارند که این اکثریت خاموش زندگی روزمره خودشون رو دارن و دنبال زندگی روزمره خودشون هستن و زیاد به مسائل سیاسی علاقمند نیستن، نه طرفدار حاکمیت هستن و نه مخالف حاکمیت. انقلاب وقتی اتفاق میفته که این گروه اقلیت حاکم جایش رو به اقلیت مخالف بده و تغییرات بنیادینی رو هم در جامعه ایجاد بکنه، قوانین رو به صورت بنیادی تغییر بده، سیستم قدرت رو به صورت بنیادی تغییر بده و شکلهای مختلف. انقلاب حال حاضرمون که انقلاب ژینا هست به دلیل اینکه یک انقلاب مسالمت آمیز و بر اساس خواست هست نه بر اساس وظیفه تغییرات بنیادینی داره با سال 57. در سال 57 مردم به دنبال ایفای وظیفه‌شون نسبت به جامعه و ایفای وظیفه‌شون نسبت به خانواده و فلان و بهمان بودن، میخواستن که وظیفه دینی خودشون رو، وظیفه سیاسی خودشون رو به اصطلاح در جامعه پیگیری بکنن. ولی در حال حاضر بعد از سال 70، از سال 70 به بعد تقریبا در جامعه ایران یک مسئله دیگه حاکم هست، اون هم مسئله حق. اگر وظیفه رو تعریف میکنیم مثلا به دنبال این که وظیفه خودمون رو نسبت به جامعه ادا بکنیم، وقتی که این رو به ما تلقین میکنن درصد زیادی از مردم هم به دنبال این هستن که خب اگر وظیفه ما نسبت به جامعه وجود داره ما هم حقی نسبت به جامعه داریم. به همین دلیل حرکت های حق طلبانه موضوعشون به حرکت های وظیفه محور یک مقدار فرق میکنه. انقلاب حال حاضر ژینا انقلابی هست که تقریبا بر اساس همون الگوی بلوغ یافته جامعه که حق محوری هستش در حال پیشرفت و پیگیری هستش. کسانی که در این انقلاب نقش فعالی دارن جوانهایی هستند که بهشون نسل زد گفته میشه، کسانی که تقریبا 20-25 سال دارن و تقریبا در دنیای مدرن و الکترونیک و موبایل و ماهواره و اینترنت بزرگ شدند و زندگی کردند. کنترل این قسمت از جوانان برای حاکمانی که دور هستند از این فرهنگ، دور هستند از این زندگی بسیار سخت است. تفاوت نسل ها باعث میشه که این دو نسل متفاوت همدیگر رو درک نکنن و اگر زندگی گذشته رو در نظر بگیریم، در گذشته چون ساخت زندگی سیاسی و ساخت زندگی اجتماعی تقریبا از بین در بین نسل ها تغییرات بنیادینی نمی کرد، همیشه پدرها و پدر بزرگها به دلیل تجربه بیشتر معمولا مورد رجوع و مورد پرسجو قرار می گرفتن. مثلا زندگی کشاورزی به شکلی بود که تقریبا در هزار سال تغییرات زیادی درش اتفاق نیفتاد، چند هزار سال به این شکل بود و همیشه پدرها و پدر بزرگها به دلیل اینکه تجربه بیشتری داشتن معمولا به عنوان کسانی که نقش اساسی رو در سیستم قدرت داشتن در خانواده به این شکل پیشرفت میکرد و پیشروی میکرد.
ولی انقلاب صنعتی و بعد از اون انقلاب الکترونیکی که به وجود آمد، این به شکلی اتفاق افتاد که پسرها از پدرها، دخترها از مادرها تقریبا اطلاعات بیشتری داشتند. یعنی فرزندان ما، کسانی که در حال حاضر به اصطلاح نسل قبل از نسل زد هستیم، ما هم با شرایط انقلاب الکترونیک بزرگ شدیم، ولی میزان اطلاعاتی که ما داریم نسبت به فرزندانمون از زندگی روزمره الکترونیکی مثل کامپیوتر و موبایل و شبکه اینترنت کمتر از فرزندانمون هست و فرزندانمون از ما تقریبا آگاهی بیشتری دارن و توانایی بیشتری دارن. این باعث شده که در حال حاضر کنترل کردن نقش زد از طرف دولت بسیار سخت باشه. اگر فیلتری رو بر سایتی میگذارد یا اپلیکیشنی رو محدود میکنه در داخل جامعه، جامعه به جوانان موجود در این جنبش، جوانان موجود در جامعه به سریع ترین شکلی یک فیلتر شکن یا یک اپلیکیشن موازی رو پیگیری میکنن و تمام باری رو که دولت برای کنترل اینترنت بر شانه های خودش میگذارد رو بی نتیجه میکنن و تمام حرکت هایی رو که حاکمیت داره بی نتیجه میکنن. اگر اعتراضات کنونی کم رنگ شده، چیزی هست که قابل پیش بینی هست، به دلیل اینکه قبلا هم صحبت کردیم اعتراضات باید مدت زمان طولانی تری اتفاق بیفته، هزینه های بیشتری باید داد و درصد اقلیت مخالف رو به اکثریت رساند و اینها رو از راهی به قدرت رساند. در حال حاضر چون رهبری مشخصی بین نیروهای مخالف حاکمیت وجود نداره، این امکان رو نمیده که برنامه ریزی بکنن و مدیریت بکنن این اعتراضات رو. اینکه عده‌ای به صورت شخصی بدون کار تشکیلاتی با هم متحد میشن و بیان‌نامه هایی رو منتشر میکنن، جایگزین حرکت های ریشه‌ای حزبی و تشکیلاتی نمیتونه باشه. نتیجتاً در آینده نزدیک ما شاهد تشکیلات بندی و به اصطلاح مدیریت کردن اعتراضات و به وجود آمدن رهبران جدیدی در بین جامعه خواهیم بود. من پیش بینی اینه که جمهوری اسلامی با این بحران هایی که به عنوان بحران مشروعیت و بحران اقتصادی که در داخل جامعه حاکمیت اتفاق افتاده داخل جامعه ایران وجود داره، عاقبتی به غیر از سرنگونی نخواهد داشت. ولی پیش بینی من این است که اتفاقات ریشه‌ای قبل از اینکه در ایران اتفاق بیفته در کشور همسایه ترکیه اتفاق خواهد افتاد، به دلیل اینکه ما در 3-4 ماه آینده در ترکیه انتخابات ریاست جمهوری رو داریم و این انتخابات ریاست جمهوری به دلیل فساد گسترده‌ای که حاکمیت اردوغان در این 20 سال گذشته داشته، انتقال مسالمت و میز قدرت یک مقدار به دور از عقلانیت خواهد بود. امیدوارم که تغییرات بنیادینی که در ایران اتفاق خواهد افتاد به شکل مسالمت آمیز اتفاق بیفته، ولی معمولا انقلاب ها به صورت مسالمت آمیز اتفاق نمی افته و هزینه خواهند داد. اینکه در حال حاضر تعدادی بیگناه اعدام میشن خودش نشان میده که انقلاب هنوز در حال در جریان هست و هنوز هم در حال بلوغ پیدا کردن هستش. من بسیار خوشبین هستم به این حرکت های اعتراضی و مطمئن هستم که به نتیجه دلخواه خواهد رسید. امیدوارم که شما هم اگر نظری دارید بنویسید، اگر سوالی دارید بنویسید و کمک بکنید که من هم یاد بگیرم، به دلیل اینکه اگر برنامه های قبلی من رو نگاه کرده باشید، من یک برنامه 5 ساله برای خودم پیش بینی کردم و کانال یوتیوب رو از ماه 5 میلادی سال گذشته تقریبا فعال تر کردم، به دلیل اینکه پیش بینی یک حرکت 5 ساله رو دارم و معتقدم که در این حرکت 5 ساله بعد از 5 سال
منطقه‌ای که ما درش زندگی میکنیم، منطقه خاورمیانه و منطقه‌ای که به اصطلاح ایران، ترکیه، سوریه و عراق رو شامل میشه، تغییرات بسیار بنیادینی رو در خود خواهد دید. احتمال تغییر مرزها وجود داره و احتمال تغییر حاکمیت‌ها به صورت بنیادین وجود داره. پیش بینی من این است که این حرکت در 5 سال آینده حتما به نتیجه خواهد رسید. امیدوارم که شما هم نظرات خودتون رو در میان بگذارید و اگر براتون امکان پذیر هست صحبت های من رو بازنشر بدید، به دلیل اینکه بتونیم تعداد بیشتری از افراد رو دور خودمون، دور افکار خودمون جمع بکنیم. به امید دیدار شما در ایرانی آزاد و دموکراتیک.